سلام سولی ته ښه راغلاست. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې د جدي پرمختګونو ریپورټونه ورکړل شوي دي. طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې د خبرو په څلورمه ښایي دواړه خواوې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو او یا هم یوه کال کې د امریکایي سرتیرو په وتلو هوکړې ته ورسیږي. دغه راز امریکا ته د ترهګرۍ خلاف مبارزې ډاډ بله هغه موضوع ده چې ښایي توافق پرې وشي تر څو اوږدمهاله اوربند او د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لار هواره شي. د سولې عالي شورا هم وایي چې تر څو چې په څلورو اصلي موضوعاتو هوکړې ونه شي د طالبانو او امریکا ترمنځ به د سولې توافق لاسلیک نه شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې څلورمې ورځې ته ننوتې دي او اټکل دی چې دواړه خواوې به له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو او دا چې افغانستان څخه به امریکا او د هغې ملګرو ته ګواښ نه پیښیږي هوکړې ته ورسیږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې په شپږو یا یوه کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتو هوکړه شونې ده او دا کار به اوربند او د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي. ما خوشبین هستیم که امروز شاید توافق شو. دا یک سال و شش ماه مسئله است. امریکا یک سال میخواه و طالبا شش ماه. رپورټونه وایي چې دا ځل خبرې جدي او د پرمختګونو سره ملې دي. په درېیمه ورځ دواړه خواوو د شپې تر نه بجو خبرې کړي چې د امریکا ملکي او پوځي استازي چې ښځې هم پکې دي په دغه خبرو کې ګډون لري. اټکل داسې دی چې ښایي خبرې د روژې په ورځو کې هم دوام ومومي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي. اردیش اون اختلاف نظر داشتن اما دیرو تا هدی اکثر این مسئله همه شده. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي که امریکا او طالبان له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتو او افغانستان څخه د امریکا ته د ګواښ په نه پیښېدو سلا هم شي وروستۍ پریکړه او هوکړه به په اوربند او د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې وي. ما خو یقین دارم که نهایي خاص شد خو از قرار گفتهای خلیلزاد امضا نمیشه. امضا باز این معاهده مجموع کلش امضا خواهد شد. قبول آتش بس و مذاکره مستقیم با مردم و دولت افغانستان زمینه را برای یک صلح پایدار و نجات جان هزاران طفل و گشودن دروازه مکتب بروی میلیون ها طفل کشور فراهم سازد. رپورټونه وایي چې طالبان غواړي ملګري ملتونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال ضمانت وکړي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې ویلي چې د سولې د خبرو په لړ کې باید په افغانستان کې د اوربند لړۍ پلی شي. قدرمن لیدونکو په قطر کې شپږم پړاو خبرې روانې دي، که څه هم ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو داسې ویل کېږي چې خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې اسلحه پر ځمکه کېږدي او له دولت سره اوربند وکړي. خو طالبان وایي تر هغه چې اشغال په افغانستان کې دوام ولري دوی به وسله پر ځمکه کېنږدي. پر همدې موضوع بحث لرو. له ځان سره په استدیو کې سید حامد انوري نړیوالو اړیکو تحلیلګر او همدارنګه سیاسي فعال جواد میریان لرو. نور بحث ته به له دوی سره ادامه ورکړو. ستړي مشئ، استدیو ته پخیر. انوري صاحب، څه فکر کوئ چې د قطر شپږم پړاو که څنګه تر دې شپږم پړاو پورې چې دغه خبرې ورځي هیڅ نتیجه معلومه نه ده او خلکو سره هم څه نه دي شریک شوي، خلک هم په دې شاکي دي چې څه روان دي په قطر کې؟ فکر کوي چې پرمختګ شوی او یا هم دا ځل ډېر تمرکز پر کوم موضوعاتو باندې راڅرخي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر جناب شما، سلامت هستم که دوستی بسیار خوب آقای میریان هم بحث هستم. اولی که آرزومند هستم که خداوند یک شرایط پیش بره که یک روزی در پشت همین میز در رابطه با پیشرفت و توسعه افغانستان صحبت بکنیم، نه مسئله صلح. حالا به هر صورت بحث بحث صلح هست. خدمت شما عرض شود که دور ششم همان دوره قبل بحث متمرکز است روی مسئله آتش بس و گفتار بین الافغانی و در ضمنش مسئله که در آینده افغانستان اگر آمریکایی ها از این خارج میشه کس آدرس افغانستان حملاتی که در جایی که منافع آمریکا صورت نگیره. خدمت شما عرض شود که موضوع اصلی که در اینجا فی الحال بحث جریان داره است که مدتی که قرار است که آمریکایی بعد از
افغانستان خارج شد، همین مدت 6 ماه و 1 سال روی این بحث جریان دارد و من فکر میکنم که اگر اینا بتونه بحث ها رو متمرکز بکنه روی مسئله خروجی 6 ماه و 1 سال، من فکر میکنم قدر یک مدت نیست که روی این باید بحث ادامه پیدا بکنه. دیگه خدمت شما عرض شد که من نفهمم که امروز مشکلی برای من امین لحظه پیدا شد. ممکن است که این قد شد. ډیر ښه خاغلی میریان صاحب، له تاسو سره غواړو په دې اړه وغږیږو. څه فکر کوئ چې دوی وایي هیله مندي پرمختګونه شوي دي، دغه تفاوت د دیدګاه موږ سولې ته رسولی شي، او یا هم فکر کوئ چې پرمختګ شوی وروستیو څرګندونو ته په کتو سره؟ په نام پروردګار عدالت و ازادي و میر، و با درود به شما و به جناب انوری صاحب، یکی از نخبه ها و خوبان این سرزمین و بیننده ها که امروز لحظه ما را میبینند، بحث قطر یک بخش کار است به باور ما، که یک بخش کار است که امون 4 مورد در خودش داره، که این بار هم روی 2 مسئله یا 2 موردی اون تاکید بیشتر میشه. یکی امون تعیین جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی و بحث آتش بس که آقای خلیلزاد هم اعلان کردن که سلاح ها به زمین گذاشته شد. یعنی منظورشان این است که ما همیشه تاکیدمون و بحثمون و باورمون این بوده که ما زمانی میتونیم به یک صلح پایدار خوشبین باشیم و میتونیم به طرف یک صلح پایدار بریم که یک آتشبس 30 روزه یا 2 ماهه یا 3 ماهه به وجود بیاید، تا که ظرفیت مدیریتی طالب ها اینجا سنجش بشه که آیا طالب ها این ظرفیت دارن که ضمانت بکنن با آمدنشان در افغانستان و امضای توافقنامه به دولت افغانستان به برقراری یک سال پایدار این ضمانت بودن. و این ضمانت زمانی میشد داد که ما یک آتش بس و همون قدرت مانوری یا قدرت مدیریتی طالبان را در مهار یا در مدیریت افراد زیر دستشان را اینجا میشه که به سنجش گرفت. این یک مسئله است. و مسئله دیگه ای است که بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، که این هم منوط میشه و مربوط میشه به یک سری توافقاتی که در اونجا به وجود میاد. ولی بحث اساسی این است که ما تا زمانی که اگر در قطر هر توافقی که بشه، تا زمانی که زمینه گفتگوهای میان شهروندی یا بین الافغانی به وجود نیاید، رسیدن به یک سال و برقراری یک سال در افغانستان غیر ممکن است. و تا اینکه یک اجماع سیاسی و یک اجماع ملی در افغانستان به وجود نیاید، که این اجماع قرار بود به وجود بیاید، اما در اثر یک سری خودکامگی های یک آدم این اجماع و با وجود آمدن و فرایند های رسیدن به این اجماع سبوتا شد و به شکل یک آدم با برگزاری جرگه های فرمایشی، تکروی ها و استبداد منشی، این فراینده به چالش کشید و به بنبست کشید، که ما از این آیه واقعا نگران هستیم و متاسف هستیم. خاله میری، فکر نکنید که هم دقیقا چه تاسی اشاره ورته وکړه، طالبان یو ډول دی تا اردیستی دی چه فکر بکنید که ځان یو لوړ قدرت بولی او دولت ډیر آسی پذیر دی، ځکه اوربند نکوی؟ هم دغه مسائل د دې سبب شوه. طالبان ما پیشتر یک بحث دیگر، این بحث همیشه ما تکرار کردیم و باز هم میخوام تکرار بکنم که آمدن صلح در هر کشور و پایان جنگ منوط به 3 مسئله است که یا در 3 در شرایط خاص پایان پیدا میکنه. یکی از شرایط این شرایط میتونه که مسئله تسلط به زور بر یک طرف باشه، یا مسئله ای که یک طرف از جنگ خسته میشه و به مذاکره تن میره، یا یک طرف عقباها و پشتیبانه های خارجی شه و تسلیحاتی شه از دست میده، که ما نمونه های این از این گونه پایان جنگ ها را در کشورهای مختلف نمونه هایش شاهد بودیم، مثل سریلانکا، کمبودیا، الجزایر، کولومبیا، به همین شکل در عراق و این جاها ما این. ولی در اینجا یک مسئله را من میخوام بگم که آمریکایی ها دارن فعلا تجربه کمبودیا را که آقای دان در سال 1973 همین مسئله را پیش گرفتن که با زور مسلط نشدن بر نیروهای مخالف دولت یا طرفداری که مخالفی کمبودیا، یا به زور مسلط نشدن با وجود تمام تلاش هایشان به زور مسلط نشدن، و بعد یا یگانه رای رسیدن به صلح یک تشکیل یک حکومت ائتلافی که از سال از 73 تا 75
این به نتیجه رسید که در اون زمان آقای داین وزیر یا داین وزیر خارجی وقتی امریکا ای را در واقع امین مذاکرات مدیریت میکرد که حالا آقای با یک تفاوت که آقای خلیلزاد داره همون تجربه را در افغانستان میخوان در واقع تجربه بکنن و بازمون بگیرن که ما امیدوار هستیم که این تجربه با توجه به اون تجربه ای را که در کمبودیا داشتن در اینجا هم با یک تجربه با یک نتیجه خوب و مطلوب دست پیدا بکنن. اوس فکر کوی چې شپږم میاشت کې لکه څنګه چې طالبان ویل دي دوی به شپږم میاشت کې افغانستان څخه وځي یا به هم دوی مطالبات طالبان ومني؟ بس ځکه طالبان ویل چې خلیلزاد خپل مطالبات لمن څخه نه غواړي. ببینین ما میخوام تاکید بکنم که در دنیا خشنترین و خونبارترین و مرگبارترین جنگ ها که حتی پنج ده هم که دوام کرده که جنگ افغانستان تازه وارد 41مین سالش میشه حتی 50 ساله جنگ ها هم بالاخره روزی و پایان رسیده و به صلح انجامیده و صلح منتج شده یعنی نتیجه همه بس مذاکرات بس و مذاکرات که راه دیگه وجود نداره که ما جنگ رای حل نیست جنگ تبایی بار میاره جنگ بربادی بار میاره جنگ ویرانی بار میاره جنگ اساسات و زیربناهای یک کشور متلاشی میکنه از بین میبره و این جنگ نمیتونه که سرنوشت یک کشور و در افغانستان هم در 40 سال نتیجه گرفتیم که هیچ طرفی بازور نتونسته که مسلط شه و حاکمیت بکنه و صلح دائمی را ضمانت بکنه ولی در نهایت طرف ها و طالبان امروز به این نتیجه رسیدن و طرف های درگیر و امریکایی هم به این نتیجه رسیدن که در افغانستان از رای جنگ و از رای ریختن خون شهروندان افغانستان نمیشه به نتیجه مطلوب و به نتیجه قابل قناعت که قناعت همه مردم افغانستان و شهروند افغانستان در واقع تامین بکنه و برآورده بکنه از این راه نمیشه به این نتیجه رسید و یگانه راهی رسیدن به صلح هر دو طرف این را فهمیدن که یگانه راهی رسیدن به صلح همین است که روی میز مذاکره میشه خب یه خبر در اتفاق میدان چیه لیوی خو مذاکرات لواندی اول بل خو جګړه دا څه پیغام درلودل شي د صلح پروسې لپاره یعنی طالبان ولی اوربند نکوي اوربند مسله هم په دې ورځ کې ډیر تا ویل چې سولو مذاکرات په لړ کې باید اوربند وشي یعنی لوی خان د اوربند پر وړاندې څه دی چې طالبان یې نکوي طالب ها میخواین با شعلاور نگه داشتن آتش جنگ در افغانستان یا در واقع قدرت نمایی بکنن و همون زورآزمایی بکنن و قدرت خود را به نمایش بگذارن که ما این توان را داریم که دولت افغانستان و امریکایی ها را در افغانستان به چالش بکشیم که این را ما تا جایی هم میفهمیم که یا این در این با این تجربه با در این فرایند یا موفق عمل کردن که امروز بین شما در بغلان امروز شاهد بودین که یا آمدن قماندانی و در جاهای دیگه مثلا یا آمد به تاسیسات حکومتی در عمله کردن انتحاری کردن مردم افغانستان به خاک و خون کشیدن و در ده ها مورد دیگه در قلوردوها آمدن بسیار با آسانی که شهروندای عادی نمیتونن به ماها در اونجا وارد شون ولی یا با آسانی آمدن راه یافتن و سلاخی کردن نیروهای امنیتی را و ارتش را پلیس را یارا این نشان میده که قدرت ها طالب ها به اون قدرت دلبخواهی خودشان رسیدن و این را باور دارن و این اعتماد در درون طالب ها و در ساختاری که طالب ها با ساختن و وجود داره به این نتیجه رسیدن که این قدرت در اونها وجود داره یا قدرتی به چالش کشیدن امریکایی ها را در منطقه و در افغانستان دارن و با این نتیجه یا میخوان که از با شعلاور نگه داشتن آتش جنگ یا همون خواسته هایشان را بر امریکایی ها به شکل تعمیل بکنن و امیایی که یا وقتی زمانی که یا نمیپذیرن که با دولت افغانستان و با حکومت افغانستان روی میز مذاکره بشن و طرف خودشان امریکایی‌ها را میبینن این به این معناست که یا خودشان را فراتر و بالاتر از حکومتی که در رسش یک آدمی خب که نمیخوام با اون مسئله زیاد بپردازم یک آدمی است که تمام پروسه ها را خواسته که در انسان خودش بگیره و از رأس تا قاعده را میخواد خودش مدیریت بکنه یا این به این نتیجه رسیدن که این آدم نمیتونه که خواسته های از یارا تامین بکنه یا رو آوردن که با امریکایی‌ها به نتیجه برسن که یعنی دو دوی اسنو زیه وازی لکس سره ده او کل نظام سره طوله ما باور میسته که ولسم شفقانی ته اشاره طالبان باور میسته که آقای غنی احمد زای در دور دوم انتخابات که شما از طریق رسانه‌های شما شاید این مسئله به نشر رسیده باشه که یا در چند مورد با طالبان توافق کرده بودند و تعهد کرده بودند یکی امضا نکردن معاهده امنیتی با آمریکا و مسئله دیگه که با طالبان تعهد کرده بودند این را یا به تعهداتشان عمل نکردند
باور طالبایی است که غنی و تیم آقای غنی این قدرت تصمیم گیری در اون افغانستان ندارن و یک نظامی و یک حکومتی دست نشانده هستن و هر آن چیزی که امریکایی ها بخواهند در افغانستان میتونن تطبیق بکنن و با اجرایی بسازن، یعنی به هم در امریکا تر سیاسی فشار لاندیده ده حکومت یا ده نظام. باوری امریکا، باوری طالبان همین است که این حکومت به اثر اونمو فشار، به اثر در واقع یک حکومت در واقع نوی از حکومت امریکایی است و در افغانستان تمثیل می شود و تمام خواسته های امریکایی ها و اهداف امریکایی ها در منطقه از مجرای حکومت افغانستان به شکل از اشکال تامین می شود و تطبیق می شود و این حکومت نمی تواند که مستقلانه تصمیم بگیره و خودیت در درون نظام افغانستان و در حکومت افغانستان اصلا وجود نداره و با این بینش یا طرف خودشان امریکایی ها را می بینند و حکومت افغانستان را در اون حدی نمی بینند که با اون طرف باشند. دیر منان بیا تاسو سره ګرځو. ښاغلی انور صاحب، تاسو کولی شئ په دې اړه نظر ورکړئ چې دغه حکومت چې دلته دی د امریکا د یو حکومت یوه برخه ده او د هغوی تر فشار لاندې دی؟ اول کې معذرت میخوایم که امی یکی دو سه چهار روز مریض بودم، اشکال عجیب و غریب شدم، یک حالت چیز برم آورد. شفا درته وایم. خدمت شما عرصه اولی که با تشکر از بحث های خوب جناب میریان صاحب، یک مسئله واضح است که دولت افغانستان اگر ما بگیریم سازو برگ دولت افغانستان که طالبان مقایسه بکنیم خیلی فرق داره. دولت افغانستان یک دولتی هست که بسیار خوب جهان شمول در سطح جهان شناخته شده و حداقلش حالا ما اگر 80% نگیم 70% خاک افغانستان تحت کنترلش است. اگر ما 30 میلیون نفوس افغانستان بگیریم حداقل 20 میلیون طرفدار از دولت است، ولی خب طرف مخالف ما که طالبان هست، اونا خب هستن در اینجا حضور نظامیشان داره، ولی اون پایگاهی که دولت هم در منطقه هم بین کشورها هم سایه در سطح جهان داره کنا نداره. ولی مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که هیچ چیزی جنگ و صلح در اختیار خود ما افغان‌ها نیست. این در اختیار خود دولت نیست، نه سرمایه جنگ در اختیار دولت است، نه صلاح جنگ و نه صلح جنگ. با کمال تاسف طرف مقابل ما که ایالات متحده آمریکا است، خب ملت افغانستان به خاطر اینکه یک فرصت اونا من در کمک از اینا رو یاری کردن در ابعاد مختلف، خب ما تشکری میکنیم، ولی در کلش ایالات متحده آمریکا هم متاسفانه در طول این مدت که بوده موافقتایی که لازم بوده نداشته. حالا یکی یعنی تاسو وایئ د سولې کوم پروسه چې دوی وسپیل کړي دا کامیابه ده؟ خلیلزاد کومه پروسه چې پیل کړي؟ ببین مثلا این پروسه خود از نظر ما سراپا نقص است. شما ببینید یک طرف اصلی قضیه که دولت افغانستان و ملت افغانستان، دولت یک باز خود ایالات متحده آمریکا را حمایت میکنه، این مثلا در این سوله وجود حضور نداره و نماینده آمریکا میره با اونا صحبت میکنه، باز اونا میگه گزارش میتهیجه. من فکر میکنم که اگر دولت افغانستان، دولت مردای افغانستان در همین قسمت باید با ایالات متحده آمریکا ای به این تفاهم باید برسه که یا این نشستا سی جانبه باشه که افغانستان هم حضور داشته باشه، یا اینکه ای استاپ باشه و گیر مگر استاپ هم نشه دیگه مسئولین افغانستان، رئیس جمهور افغانستان حاضر نشه که گوش بکنه در کابل که در دوحه چی گذشته. بعد خود افغانستان این ایالات متحده، یعنی تاسو چې اوس هم امریکا یو ډول دغه پروسه د خپل منافع لپاره مخته بیایي، د افغانستان منافع ور په نظر کې نه نیسي؟ ما قبلا هم گفته بودم که الان خدمت شما میدم که اول اینکه می صحبتایی که فعلا هم در اینجا جریان داره اکثریتش در رابطه با روابط خود امریکا، آینده امریکا بعد از اینکه به اصطلاح صلح صورت میگیره، که سیاست آمریکا در افغانستان به چه شکل است، جایگاهش به چه شکل است، این بحثا که طالبان صورت میگیره. ولی خب طالبان هم در اونجا خب به خاطر اینکه خب اونا خوشحال هستن که مثلا دولت افغانستان غایب هستن، حضور نداره، اونا هم امو پیشنهادات خود داره. ولی من فکر میکنم اگر آمریکا بخواد اعتماد ملت افغانستان، دولت افغانستان و اکثریت مردم افغانستان جلب کنه، نماینده افغانستان به هر شکلی که میشه ببره. یعنی تاسو فکر کوچه ولی طالبان له حکومت سر خبرتونه حاضری؟ ببین اول که به طالبان واقعا جای تاسف است برشان، به اینون یک شهروند از کشور که تبع افغانستان است. حالا دمیشه بودن این لحظه که در بغلان حمله شده، میرن آدم میکشن. شما میری بین تحلیل بکنید که اینا چی رقم بشر هستن، تو چطور میره وطن خود میکشه؟ یک بس دومی که اینا حاضر میشه میره با ایالات متحده آمریکا با نمایندهش میشینه به خاطر آینده افغانستان گپ میزنه، ولی با یک هم وطن خود که 70% این طرف است با اینا حاضر نمیشه که اونا صحبت بکنه. نقص کار در کجاست که جهان متاسفانه یوزیک بیا به طرف روشنی حرکت بکنه. مثلا خود ایالات متحده آمریکا
حالا دست تاریکی رو گرفته میخوای بره در کنار روشن قرار بده. یعنی هڅه چې لازمی دی د سولې په پروسه کې امریکا کړی دی تر اوسه د افغانستان د سولې په پروسه کې یا و به کړی؟ سوال بسیار خوبی است. به نظر ما او چیزی که واقعا لازم است که در رابطه با آوردن صلح در افغانستان از طریق ایالات متحده آمریکا تا اون صورت گرفته باشه صورت نگرفته. دلیلش چیست؟ دلیلش ببینید که اگر احیانا آمریکا میتونه این طالبان چی رقم به صلح حاضر میشه؟ صلاحش قطع، مسئله امکانات مالی قطع، راههایی که به اصطلاح نمیتونه وارد ولایتاش قطع، او دیگه نمیتونه به اصطلاح به جنگ بکنه، او مجبوره که به صلح گردن بونه. این راه ها برایش باز است. پاکستان که مثلا اگر او را حمایت میکنه یا ایران یا هر کجایی که است، خب اینا رو باید سب از طریق جنوب وارد شه که اینا باید امکانات دختر جنوب قرار نده. طالبو یک گروپ است. یعنی چه فکر کوچه ولی په دغه حساس پړاو کې پر پاکستان باندې ظاهرا فشار راولي. اینا هر د کجاست؟ هر د نمیدسته که یک روسی آزمایی در این قضیه متاسفانه من نمیبینم که حالا برای بقا یا حضور نیروهای مثلا ایالات متحده آمریکا، خب اونا میگه چیز گندم تر و چیزی آسیاب کند، به یک شکل این ملت افغانستان که چیز در اختیارش نیست، دولت به اون شکل که خب چیزی که اونا بگه باید گوش بکنه. ایالات متحده آمریکا شما فکر بکنین، خب یک قدرت بزرگ نظامی که به اصطلاح خب او جنگای بسیار بزرگ بزرگ هم میتونه در ظرف به اصطلاح یک سال، دو سال و پنج ماه و شش ماه قضیه یک طرفه بکنه. یک گروپی که به نام طالبا که در اونجا هست، پاکستان هم که نفس دادیش آمریکا است، گرچه مقاومت کرد در برنامه که به اصطلاح بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان صورت گرفت، پاکستان از طرف روسیه و چین و اینا تکه کرد، آمریکا متوجه شد که ولی امیر من دارم از دست میتونم. ولی در کل من نظر یعنی نقولی در افغانستان لپاره پاکستان للا سوار کنی؟ این طور است که خود چیز واضح است که بخاطر افغانستان پاکستان نمیده. خود پاکستان یک کشوری است که بالاخره و ندم دستگاه خود داره که شما میبینید که ما رو به چی سرحد روزگار رسانده که به میشک ما رو کشانده. ولی در کل اگر انمی احزاب سیاسی افغانستان فیلحال دولت مثلا یک طرف است، احزاب یک طرف است، اینجا یک لوی جری مشورتی رو درست کرده، گرچه این کار بسیار خوب بود، حداقل یک حضور مردمی آمد در اوجه. انمی رو این دولت باید با مخیرد تعقل کار میکردن، این سران احزاب به اصلاح اینا رو متقاعد میساختن، اینا رو که خود منسجم میساختن که یک پایگاه بسیار قوی، یک بیس قوی مردمی اینا وارد مذاکره شن. آلا احزاب یک طرفه، دولت یک طرفه، آمریکا نه ایشه او قرار برش ما تا قایلش نه به اصلاح احزابه، او طرف اونو طالبا را داره به او یک بها میده. مثلا آلا نماینده اتحادیه اروپا آمد با اونا نشست صحبت کرد، سفیر آلمان که در اینجا سفیر بود آقای پوتسل، اونا رفتن که از اونا ملاقات کردن، از کانادا آیتشان آمد که از اونا ملاقات کردن. اینا گلدسته هایی سن که با کمال تاسفش این ایالات متحده آمریکا می فرصت نباید بده برای طالبا که برای طالبا یک قضیه داده شه و طالبا هم چاقویشون دسته پیدا که میره. میبینی که خوب از هر طرف اینا هستن با ما ملاقات است و صحبت است و در رابطه با سرنوشت افغانستان صلح، پس بینان بیش از پیش هر دولت به عنوان یک متای ناچیز حساب میکنیم و ما حاضر نیستیم که از این صحبت. یعنی طالب امریکا هم غواړي چې ورډول حضور په افغانستان کې دایمي وي، چې یو خط سیر یا یو چارچوب نشي ورته پیدا کولی چې طالبان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي او یا نه غواړي؟ 100% ببینین، یکی از چیزایی که بیشتر ای احساس برای آدم میده که نماینده دولت افغانستان هنوز اینا چانس نمیده، به خاطر یک نقطه است که حضور آینده ایالات متحده آمریکا را طبق شرایطی که آمریکا میخواد طالبان باید بپذیره. یو یک چیز عالمی امروز هم در جلسه هم می آوایی که در متویدش نوشته کرده خیلی زاد که اینمی صحبت هایی که ما اینجا جریان داره به معنای خروج نیروهای ما نیست، این به معنای برقراری آتش بس و جنگ است که جنگ توقف پیدا کنه. حالا اونا واضحا صحبت میکنه سر ماندن خود در اینجا. حالا امروز مسئله شش ماه و یک سال مطرح میکنم که بسیار در طول شش ماه برای یک سال، وقتی که آمریکا برای دیگه این شش ماه و یک سال چی است که یعنی شش ماه این 18 سال مون شش ماه دیگه سر ازو او مهم نیست، ولی حرف جای دیگه است متاسفانه. ما بازم پیشترم که میلیون سر دو اتاق دیگه بحث کردیم، گفتیم بحث های ما که است، برداشت های ما از صحبت هایی است که گپ اصلی رو اونا در درهای بسته میزنه، در بیرون یک چیز دیگر میته، ما این نکاسات از رو میگیریم اینجا بس میکنیم که متاسفانه او چیزی که باید دقیق بدانیم نمیدانیم متاسفانه. به هم تست را گردم. خاقلی میری استاس نظر پدیره، خاقلی انوری بایی چه امریکا نخواری چه افغانستان که سوله رش دو غاری دایمی حضور دلتا ولری، یعنی دو دی وطل پشپا گمیاشت یا یو کل کیت مانا نالی کچی دوی او غاری پا افغانستان که سوله رشی، یعنی دغا ناستی او دغا وندی چی در سرکی گی ده افغانستان ده سوله پارا، یعنی من نشکولی سوله تا ورسی واقعا بی نتیجی دی؟
به این تاکید ما اولی که خروج امریکایی‌ها که امریکایی‌ها خود تا مادام العمر در هیچ کشوری نبودن با 450 هزار نیروشان در ویتنام نتونستن یا دوام بیارن و با 14 هزار نیروشان نمیتونن در افغانستان تداوم خودشان ضمانت بکنن. این یک مسئله است و امریکایی‌ها با توجه به خروج مسئولیت ناپذیرانه روس‌ها از افغانستان یا میخوان یک خروج مسئولیت پذیرانه از افغانستان داشته باشند. بحث مذاکرات یک مسئله است و بحث خروجشان مسئله دیگه است که امین جدول زمانی یا زمانمند شدن خروجشان یک مسئله است که ای در یک سال تا 6 سال یا تا 5 سال یا تا 3 سال هر چیزی که توافق میشه روش این مسئله است که امیدوار هستم که در این مورد یا به نتیجه برسن. ولی بحث اساسی است که ما تاکید ما همیشه این بوده که با آمد و شد و آمد و رفتی آدم ها در افغانستان صلح تامین نمیشه. صلح تامین صلح و برقراری صلح و رسیدن به یک صلح پایدار که در اون مسئولیت اجتماعی شهروند افغانستان و صلح ضمانت شده که ضمانت پایدارش وجود داشته باشه که کشورهای قدرتمند او را ضمانت بکنن این یک مسئله است. برای رسیدن به این مسئله یک اجماع جهانی که شکل گرفته وجود داره کشورها قدرت‌های جهان و اجماع منطقه‌ای نسبی که وجود داره روس‌ها هم در اینجا گفتن که ما نشستی که در مسکو پیش از نشستی ششم وجود داشت و یا توافق کردن چینایی ها هم خواستار هستن که خب آمدن صلح به نفع ماست و منافع ماست و یعنی صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه است و آرامش در منطقه است. این مسئله و مسئله دیگه اجماع است که اجماع را گفتم که یک آدم که ما همیشه گفتیم که با لجاجت و سماجت و با خودکامگی نمیشه کشور را مدیریت کرد. اینجا طرف ها ببین ما کیا جنگ کردن؟ ما یکی از بحث ها همیسته که جنگ افغانستان اول باید آسیب شناسی بشه. نیاز نبود که ما 7 میلیون دلار در برای یک جرگه ای که نتایجش از پیش مشخص بود و یک جرگه کمپاینی یک جرگه فرمایشی ما برای یک جرگه فرمایشی 7 میلیون دلار هزینه بکنیم. ما با اندک با 50 هزار با 40 هزار دلار هم میتونیم که جنگ افغانستان را تحلیل بکنیم و راه حل پیشنهاد بکنیم. آسیب شناسی جنگ افغانستان یعنی چه کولشو آسیب شناسی کرده آسیب شناسی جنگ افغانستان ما در همین زمینه یک تحلیل نقد تحلیلی 40 سال جنگ در افغانستان ریختیم روش کار کردیم که در این زمینه بحث ما و پیشنهاد ما است که با یک کارشناس و تحلیل یک کارشناس و یک کارشناس مسئله دانش روانشناسی یک کارشناس جامعه شناسی یک کارشناس حقوق بین الملل و یک کارشناس مسائل جنگ و صلح یا را شما میارین و تحلیل وضعیت افغانستان هم علت ها اسباب دلایل نزاع در افغانستان چی بوده طرف های نزاع کیها بودن و با چی اساس جنگ افغانستان جنگ قومی بوده جنگ افغانستان جنگ مذهبی بوده جنگ افغانستان جنگ اقتصادی بوده جنگ افغانستان جنگ در واقع نیابتی بوده و جنگ چی نوع جنگی بوده و بعد شما این جنگ که آسیب شناسی کردین بلی. و تحلیلی از وضعیت جنگ داشتین شما این راهکار پیشنهاد میکنین بلی. و این راهکارها 23 موردی که مثلا جرگه به اسلام مشورتی پیشنهاد کرده بلی. یا از قبل مشخص بود یا با دستور و با فرمایی یا حتی در ارگ ریاست جمهوری در اداره امور نوشته شده بود بلی. یا چیزایی بوده که از قبل مشخص بود و پیامد و برایند کار اون جرگم از قبل مشخص بود ولی این ما بس ما هست که جنگ افغانستان باید تحلیل و آسیب شناسی اکادمیک باشد از راه های اکادمیک و راهکارها و سازوکارهای رسیدن به صلح پایدار باید از مجراهای اکادمیکش باید پیگیری شود شما دیگه اون مسئله بین ما در سده 21 زندگی میکنیم عصر جهانی شدن است ما نباید دیگه بریم به مسائل بدویت با مسائلی که اصلا بحثی را که آقای مثلا معاون آینده بله. آقای غنی مطرح کرده بودن بعضی کوناوناو بحثی کوناوناو نیست شما فکری کونا و فکر جوان نسل نوی افغانستان نسل جهانی است نسل درس خوانده است نسل چزفهم است نسل با برنامه است نسل که مدیریت میفهم است و یعنی ده دوی زوان و طرح هم قبل ایشی سولتا برسن یا با این طرح و با این سازوکار میشه نتیجه مطلوب گرفت با جرگه ها و با جرگه های سنتی و با چند آدمی را که شما به شکل دسانت شده و دستوری میارین در زیر یک خیمه جمع میکنین که هیچ تحلیلی
و هیچ جدا با ایترامپ با شخصیت هایی که در اونجا حضور داشتن ولی بسیاری از یا اصلا نمیفهمیدن چی بچه رای چی حضور یافتن یا اصلا جایی نشستن شنا و همون نزاکتی استادن و نشستن شنا نمیفهمیدن یا چی فهمی از جنگ دارن یا مسئله وقتی شما تعریفی از جنگ نداشته باشین وقتی شناختی از جنگ نداشته باشین وقتی تحلیلی از مسائل منطقه‌ای و و و پیامدها و تبعات جنگ نداشته باشین چه راهکارهایی میتونین پیشنهاد بکنین این مسائلی هست که یا باید به شکلی بسیار علمیش و و و و اکادمیکش باید کندکاو شوه پژوهش شوه بررسی شوه و بعد یک نتیجه مطلوب با مردم افغانستان و با دنیا شرکت شوه که ما داریم میریم به طرفی در واقع برنامه محوری ما داریم میریم به طرفی که کارهای اساسی و بنیادی به اساس فهم و دانش روز میکنه دیره مننه دیر بنا خغلی انور سے غن پلان ڈٹو کی خاص نظر ہم پتی وار چڑ ولی وتر ہے کہ اڑان کے لیے سولے پارا ما فکر می کنم کہ بخاطر سولہ بخاطر از کہ دولت افغانستان از ایک فضائی کی بلا تکلیف از خارج شوا روش نہیں ہے کہ با ایالات متحدہ امریکہ دقیقاً بعد ایر صحبت بکنه کہ در رابطه با نشست های دوحه بعد از نمایندی افغانستان 100% باید حضور داشته باشه بلی. یک موضوع در قدم دومش با آن که لوی جرگی مشورتی رو به اصطلاح خوب دایر کرده و آمد مردم حضور خود را پیدا کرد در پهلوی باز هم دوباره احزاب سیاسی را باید بر قیمت میشه بسیج بکنه که دقیقا یک استحکام مردمی پیدا بکنه و وارد صحنه صلح شه دیر مننه لطاز خواه حامد انوازی جواز میریان لطاز خم دیر مننه قدر منیل دون کتر لندی دمی استاز مخبرمونه بیا هم دوام داری ده اخبرمونه دوام تا آخر اخلاص قدر منیل دون کل کسانگای چه ده سولی مشورتی لوی جرگی وروسته په افغانستان کې جګړې د طالبانو زور اخیستی له یوې خوا د سولې خبرې روان دي او له بلې خوا هم جګړې زور اخیستی دی د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویل دي چې کله د سولې مذاکرات مخته ځي نو باید اوربند وشي او وسله وال طالبان څخه یې غوښتنه کړې چې خپل اصلحه په ځمکه کېږدي د دې تر څنګ په قطر کې دوحه کې شپږم پړاو د سولې خبرې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ روان دي که څه هم ډېر جزئیات یې نه دي راغلي خو داسې ویل کېږي چې خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې وسله پر ځمکه کېږدي او له حکومت سره اوربند وکړي خو طالبان به وایي تر هغه چې اشغال په افغانستان که دوام ولري دوی بخبل وصله پس مکه کې نکدي پر همدې موضوع باندې بس لرو لزان سره پسې دوی کې د پانتون استاد بصیر یوسفی لرو نور بس ته بلد سره د مار کړو یوسفی صاحب تاسو ښه راغلاست وای یوسفی صاحب له یوې خوا مذاکرات او له بلې خوا هم جګړه روان ده فکر کوي چې دا د امتیاز اخیستلو په معنا ده او کنه د سولې خبرې بل لور ته روانې دي بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز سلامت اوسئ متاسفانه باید بگین که جریان که فعلا وجود داره جریان کاملا نمیتونه بگیم صادقانه باشه حتی جرگه که هنوز هم تا بال شدت ترافیکی از شهر کابل کاسته نشده بابت اون جرگه این هم متاسفانه یک جرگه در حقیقت نمایشی و مواردی که در اونجا بیرون شد از جرگه در حقیقت قبل از اون از طریق تریبونای تلویزیون ها از طریق مطبوعات از طریق جای مختلف دیدگاه مختلف همین قضایا مطرح شده بود چیز جدیدی نبود که در حقیقت بابت از اینقدر باید اولا همشهری های کابل اذیت می شدن تجار ما اذیت می شد و از طرف مصارف هم گفت بابت این قضیه صورت گرفت در شرایطی که افغانستان وضعیت اقتصادی از واضح و آشکار است متاسفانه در قبال قضیه صلح یعنی ما کم قضایا را وقتی که پرده برداریم از میبینیم که شفافیت و صادقانه عمل نمیشه یعنی اصل قضیه به حاشیه رانده میشه اگر به خاطر داشته باشین در همو یعنی دچت خلا دغه حاشیه تر وانه دادم اگر به خاطر داشته باشین در همین ابتدای بحث جریان مذاکرات صلح که شروع شده بود آقای غنی بحث مذاکرات صلح یا آمدن صلح 5 سال بعد اعلان کرده بود که 5 سال بعد یعنی انتخابات صورت بگیره و دوره انتخابات بعدی هم در حقیقت ما پس برای که قدرت افغانستان تکیه بزنم بعد از باز ما دوباره سعی تلاش بکنم که مینیس قهرمان صلح در افغانستان ما شناخته شوم و 5 سال بعد به افغانستان صلح بیایه ما امیر روند فعلی را هم که میبینیم جز همو چیز دیگری نیست اگر در شرایط فعلی هم به افغانستان صلح بیایه صلح با میزبانی همی حکومت به نام همی حکومت تمام میشه ایر باید حکومت فکر بکنه خاله یوسفی یعنی تاسو وایئ چې حکومت غواړي یو ډول دغه خبرې حاشیې ته بوزي
من فکر میکنم در صف دولت هم دوگانگی وجود داره. خود حکومت وحدت ملی، ای کاش وحدت ملی می بود که ما از طریق برنامه های از اینا در حقیقت وحدت می دیدیم. در قبال قضیه صلح هم وحدت وجود می داشت، وحدت نظر وجود می داشت. این وحدت نظر متاسفانه وجود نداره و از طرف هم طالبان هم کردیت های خود روز به روز گرفته روان از امریکا بش. از دیدگاه امریکایی ها و از نشست هایی که در حقیقت صورت گرفته و از گفتشنود هایی که در سطح جهان صورت میگیره، امروز غیر از کردیت که طالبا بگیره من چیز دیگری نمیبینم. خود دیدین که بیا پر امریکا باندې دی و امریکا هڅه چې لازم وي د افغانستان د سولې په برخه کې تر سره نه کړي او نه غوړي چې تر سره کړي، او دوی دغه حکومت هم چې په افغانستان کې دی یو ډول د امریکا دویم نوع حکومت دلته بولي. امریکا در قضیه من فکر میکنم موقفش متفاوت است نسبت به دولت افغانستان در قضیه سول، چون منافعی که امریکا در افغانستان میخواد تامین بکنه بر اساس منافع امریکا در حقیقت تامین شده. بله. چرا؟ او تفاهم بین طالبان و امریکا صورت گرفته. بله. یعنی از جریان نشست چهارم و نشست پنجم من فکر میکنم که از گفتاری که در حقیقت آقای خلیلزاد انجام داده در رسانه ها، در مطبوعات، از صفحه توییترش، نشست چهارم، پنجم، ششم، در این سه نشست در حقیقت واضح شده که در حقیقت امریکا منافعش در افغانستان از بابت گروه طالبان تامین است. یعنی اون تفاهماتی که با گروه طالبان باید امریکا میکرد او را انجام داده. اما امروز باید دولت افغانستان با گروه طالبان پالیسی را باید در حقیقت پیش بگیره که هم ارزش هایی که در طی مدت 17 سال در حقیقت به جای مانده اینا محفوظ بمانه و به نوع حکومت و حریک قدرت افغانستان تکیه بزنه که مورد میکانیزم قرار کرده حکومت. ببینید مشکلی که قضیه که طالبا در حقیقت با امریکایی‌ها مطرح میکنن این قضیه نیست که منصر به طالبا باشه. بله. هیچ فرد افغانستان نیروی خارجی رو در داخل افغانستان نمیخواد. بله. ولی که با هر فکر میکنه میخواد جنای راست باشه، میخواد جنای چپ باشه، یعنی قضیه نیست که طالبا با امریکا مطرح کردن که دیگه افغانا تمایل داشته باشن که امریکا یا قدرت دیگه در داخل افغانستان حضور داشته باشه. خبر هم داده چیه طالبان ولی دغه غوښتن له امریکا افغانستان څخه نه مطرح کوي، یعنی ولی نه غوړي له حکومت. مشکلی که اینجا وجود داره مشکل در صف خود دولت وجود داره. اصلا دولت ما اگر واقعا پالیسی درست مدون از خود تبارز بده، من فکر میکنم امریکا را به یه قناعت میرسانه که در مذاکرات که تو با طالبان میکنی باید من در پهلویت نشسته باشم. اما تا به حال دولت افغانستان امریکا را نتونسته به قناعت برسانه که همون فشاری که تو بر طالبان وارد کردی که طالبان شرایط تو را قبول بکنه. آیا شرط ایره نمیتونی بر طالبان بگذاری که دولت افغانستان در قضایای صلح افغانستان باید شریک باشه؟ من مطمئن هستم که امریکا میتونه توانایی رو داره. سیاسی نو خبر دامنه چیه طالبان حکومت یو ډول د امریکا تر فشار لاندې دی، وخت چې امریکا غواړي دا حکومت ما فکر میکنم به نه حکومت افغانستان هم فعلا سعی داره که امتیازات خود بر حسب منافع خود، نه منافع ملی افغانستان، بر حسب این که سعی دارن روی انتخابات گذشته سرمایه گذاری بکنن. ما فکر میکنم روی انتخابات آینده سرمایه گذاری کردن در حقیقت بیهوده است. طالبان در حکومت باید در حکومت آینده افغانستان اونا هم صندوق داشته باشن. این که یک سال بعد انتخابات برگزار شوه بهتر است بر ما از این که فعلا انتخابات برگزار شوه و در میدان نبرد امروز اولادای افغانستان در حقیقت در اونجا یکی پیدا کنه. اروپایی ټولنی هم ویلی د سولې مذاکرات په برخه کې کله چې مذاکرات روان وي جګړه ودرېږي او د همشمول ناقصو یا مذاکرات غوښتنه کړې ده. دا امریکا ته څه ډول پیغام درلودلی شي؟ یعنی غواړي اروپایی ټولنې چې 45 غړي هېوادونه دي په دې کې ګډون ولري، پاکستان هم په دغه مذاکراتو کې ګډون ولري او که څه. خود در این شکی نیست که در مذاکرات صلح هرچی که کشورهای دیگر مداخله بکنن به نوع منافعی از اونا در او اجلاس مطرح است. هیچ کشور بدون منافع خود در اجلاس افغانستان در حقیقت نمیخواد شرکت بکنه که ما در اونجا در حقیقت حضور داشته باشم. میخواد به نوع منافع در اونجا مطرح شوه. در این شکی نیست که منافع کشورهای اروپایی و امریکا در حقیقت تا حدود بر یک میور میچرخه، زیاد با هم متفاوت نیست که بگیم در تقابل هم دیگر قرار داشته باشه. اما از جانبی که مسئله ای که در حقیقت مهم است اون منافع خود افغانستان است.
است که دولت افغانستان در اینجا بیه دایدار از این منافع باشه، چیزی که به نفع افغانستان از در میز صلح مطرح شود، نه ای که در حقیقت منافع شخصی در اینجا مطرح باشه، منافع گروهی در اینجا مطرح باشه. متاسفانه در مذاکرات صلح افغانستان تا به حال منافع ملی با تمام معنا مورد بحث قرار نمی گیره. افغانستان څوک باید مطرح کړي؟ کله چې طالبان حکومت سره نه حاضرېږي، امریکا هم دغه سی ولاره پیدا نه کړه چې طالبان باندې فشار راوړي، یا طالبان دې تقنی کړي چې له حکومت سره مذاکرات تکینی. د افغانستان منافع بالاخره څوک باید؟ مشکلاتی که در اینجا به وجود آمده که طالبان در حقیقت نظارگر است و میبینه و طرف هم در این زمان هست، میبینه که صف واحد در طرف دولت مخالفین خود طالبان در حقیقت که برد از دولت خود افغانستان باشه وجود نداره، از این جهت اونا سعی میکنن کردیت بگیرن نزد امریکایا. اگر در صف دولت خود افغانستان صف واحد وجود داشته باشه، روی میکانیزمی که ما را به طرف صلح ببرن، نه ای که به گفته آقای غنی بعد از چند روز لوی جرگه بیان بگه که خب نقشه چیزی که شما میگین نقشه رای ماست. آه. این نقشه رای شما آیا گره صلح حل میکنه؟ آیا مشکلات صلح حل میکنه؟ در حقیقت میتونه صلح به افغانستان بدرقه بکنه؟ متاسفانه که نداریم. چرا پس اینقدر مصرف کردیم؟ بله. چرا شما اینقدر مصرف کردیم؟ این پول ملت افغانستان است، پول از افرادی که در حکومت افغانستان تکیه زدن نیست. باید در قبال از اینا در حقیقت با برنامه ریزی مدونه که در حقیقت او به نفع صلح افغانستان واقع شود، باید ما او مصارف را انجام بده. متاسفانه این مصارف باید بیجا بوده. اوس فکر نکوی چه دقا ناسته هم چی تر سره که دا هم هستی و بیزه مصارف دیزه که در افغانستان مسئله تسخ پلا ویچه حال تا در افغانستان گتی هیچو کم پر نظر که نیزی یا امریکا خپل سرخوگای لری کرده در افغانستان منافع ورتی سرسخ نلی؟ قضایی که از جریان لوی جرگه در حقیقت به در آمد قضایی جدید نبود. در گذشته هم بارها از طریق رسانه و مطبوعات و جوانب مختلف حتی از کشورهای جهان در حقیقت قضایا مطرح شده. آه. چیز جدید نبود. پس این مطرح خودش بیهوده است. بلی. دولت افغانستان میتونست با یک انکت هم میتونست انکت عادی هم نظر مردم افغانستان تا تعمیش موارد جمعوری بکنه. بلی. که موارد جدید نبود. این خو یک قضیه، اما جانب دوم قضیه ای که دولت افغانستان روی ازی باید با کار بکنه. ما چطور باید با طالبان نزدیک شوم؟ طالبان چطور به طرف خود ما باید در حقیقت دقت از اونا رو جلب کنم؟ طالبان تونست در طی مدت طالبان وی خلیلزاد ورڅخه غوښتنه کړې چې اصلاح پر ځمکه کې د اوربند وکړي، حداقل د روژې لپاره وکړي چې سبا ته دغه روژه پیل کیږي، او دوی وایي چې نه، تر هغه چې اشغال په افغانستان کې دوام ولري دوی به اصلاح پر ځمکه کې نه د اوربند به ونه کړي. څه ډول کولی شي دوی دغه دریز نرم کړي حداقل؟ من فکر میکنم طالبان بر موضع خود تاکیدشان بر اساس از این است که کریتای بیشتر بتانن از جانب امریکایی‌ها در داخل افغانستان بگیرن. بله. اما اگر بیایم روی از این فکر بکنیم که چطور ممکن است که طالبان در حقیقت به دور میز مذاکره بنشینن، این پالیسی دولت افغانستان است که میکانیزم رو باید از خود به خرج میداد که امریکا در حقیقت طالبان را به میز مذاکره با دولت خود افغانستان میتونست بشانه. بلی. امروز اگر به میز مذاکره طالبان با امریکایی‌ها میتونن بشینن، طالبان با امریکایی‌ها میتونن بشینن روی موارد خیلی مهمه در حقیقت به تفاهم برسن، آیا طالبان با دولت افغانستان نمیتونن بشینن؟ سبب چی است؟ این در حقیقت ضعف مدیریتی خود دولت افغانستان است که فشارهای از جوانب مختلف بر طالبان آوردن، نمیتونه که روی میز مذاکره اونا رو در حقیقت دقت از اونا رو جلب بکنه، روی میز مذاکره اونا رو دعوت بکنه و اونا بالای از اونا این فشار رو بقبولانه. من فکر میکنم در قضیه صلح افغانستان کشورهای همسایه ما هم در حقیقت موافق هستند، چون جنگ در افغانستان نه به نفع پاکستان است، نه به نفع ایران است، نه به نفع روسیه است. در حقیقت صلح اگر در افغانستان تامین شود، اولین نفع که در اینجا ببره روسا میبرند، چون جنگ که در افغانستان جریان داره روسا از این بابت نگرانی دارند که پس فردا مبادا این جنگ از افغانستان دامنه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای تابیل آخره و مسکو برسه. اوس فکر کنم چه دغش پغم پړاو خبرې چې هلی امیدواری ورته دی خپل دوی خلیزاد وي چې یا امریکایی پلاوی چې پرمختګ ډیر پکې شوی دی. فکر کوم چې پرمختګ شوی دی د دوی دواړو سرګندون تفکاتو سره چې یو وی اسلحه پر مخ کېږي او بل وی چې اشغال دوام لري، یو ډول فاصله بیا هم د طالبان او امریکا ترمن تر اوسه شتون نه لري، یا به هم دغه وون پړاو ته ونه خزيږي بین طالبان و امریکا در حقیقت تفاهم صورت گرفته. بله.
هم در رابطه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و هم در رابطه به موضوعی مهمی که همیشه در حقیقت در هر گفتگوی بحث میکنه آقای خلیلزاد، بحث ارتباط خود طالبان با گروهای دیگه دشت افغان که در داخل افغانستان فعالیت دارن یا در داخل خود پاکستان حضور دارن، ارتباط خود با اونا قطع بکنن و به نحوی در حقیقت همون پالیسی یا عمق استراتژی که در منطقه داره آمریکا در حقیقت در رو با مخالفت قرار نگیره. در رابطه به این قضیه تفاهم بین طالبان و آمریکا در حقیقت صورت گرفته. اما مشکلی که در اینجا وجود داره که آمریکا هم در رابطه به این قضیه فعلا دوچار یک سلسله سردرگمی است که چی طور شرایطی را به وجود بیاره که حکومت فعلی افغانستان با طالبان در حقیقت دور یک میز مذاکره در حقیقت بشانه. اگر دولت افغانستان در این راستا بتانه به همون شکل که طالبا در حقیقت تانست امریکا رو به میز صلح بقایه، این صلح امریکا نیست بلکه صلح است که از جبر زمان امریکا برای طالبا پیشنهاد میکنه. یعنی امریکا ختم نباید. جنگ در اینجا به نفع امریکا نیست. چرا؟ اگر در افغانستان جنگ ختم شوه، سرمایه گذاری که در طی قدر مدت زمان امریکا در طی 17 سال کرده و قبل از او هم سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته بابت حضور امریکا و بابت تطبیق استراتژی های امریکا در منطقه، اینا همه از بین میره. لذا خلی یوسفی څنګه کېدل شي چې طالبان له حکومت سره خبر ته بالاخره حاضر شي که امریکا خپل ګټې نظر کې نیسي، نو بیا څنګه کېدل شي چې بالاخره دوی حکومت سره خبر؟ خب ما بیشتر از اینکه از طالبان توقع داشته باشیم، باید از دولت انتظار داشته باشیم که دولت باید میکانیزم را به راه بیاندازه، میکانیزم را به خرج بده که در حقیقت جوانب خارجی و یا در حقیقت قوایی که بر طالبان تسلط دارن اونا فشار بر طالبان وارد بکنن که در حقیقت طالبان با دولت افغانستان مثلا با میز مذاکره بشه. یو پاکستان د چې ډیر تمل خلکو پاکستان ته د حقوق هم په خپل سیاست کې دوه مخه سیاست لوبوي، نور کوم هیوادونه دي چې نفوذ ولري او کله چې طالبان باندې فشار راوړي یو کوم دله بس نفوذ بر طالبان تنها قضیه پاکستان نیست. ایران هم اعلان میکنه که ما با طالبان در حقیقت ارتباط داریم، دو هم در حقیقت میزبانی از ایران قبلی شي چې د افغانستان سولې په مسله کې خرول ولوبوي همه ارتباطی که در حقیقت ایران داشت و روسیه داشت در حقیقت امریکا رو به میز صلح افغانستان کشان. در غیر از اون چرا در طی 16 سال گذشته ما بحث صلح از جانب امریکا نشیدیم که بحث دایه‌داری صلح افغانستان رو بکنه؟ چرا در طی 16 سال گذشته در حقیقت دایه‌دار صلح افغانستان نبوده؟ امروز که بحث صلح افغانستان صلح په برخه کې غوړی قشل امریکا څخه واخلي، من فکر میکنم که فعلا امروز که امریکا میخواد در قضیه صلح افغانستان دایه‌دار باشه، این از جانب فشار است که از طریق روسیه و ایران وارد شده و به نوع در حقیقت ارتباطات طالبان با روسیه برقرار شده و احساس خطره که امریکا از بابت طالبان صورت میگیره که پس فردای در حقیقت امریکا به جایگاه اتحاد جماهیر شوروی ننشینه در داخل افغانستان، از او بابت بسی قضیه صلح پیشنهاد میشه بر طالبان. وگرنه چرا در 16 سال گذشته صلح از جانب امریکا بر طالبان پیشنهاد نشد که بیایم روی میز مذاکره بنشینیم؟ در همون آوانه که در حقیقت حکومت طالبان بساطش برچیده شد، طالبان خیلی ضعیف شده بودن. در اون زمان صلح در حقیقت پذیرفتنی بود. چرا در اون وقت در حقیقت امریکا پیشنهاد صلح مطرح نکرد؟ یعنی قبل از شوچو وای سیمغواری با افغانستان که صلح راشی، من فکر میکنم که اولا اتحاد جماهیر شوروی، ببخشید، روسیه طرفدار از این است که صلح در افغانستان بیه به خاطر به نفعش است. من از صلح از جانب منافع روسیه میبینم، نه از جانبی که اونا میخوان صلح در افغانستان باشن. روسا صلح افغانستان به نفع خود میبینن به خاطر اینکه اگر این جنگ دامنگیر کشورهای آسیای میانه را با خود داشته باشه، او وقت شاید جنگ را نتونن روسا مهار بکنن و از طرف هم بتونن امریکایی‌ها در اونجا مداخله یا غربی‌ها در اونجا مداخله بیشتر بکنن. مانند قضیه ونزوئلا که امروز میبینیم در اونجا روسا در حقیقت رول خود دارن و به نوع هم در اونجا کامیابی روسا در اونجا معلوم میشه، کامیابی روس و چین. عین قضیه امریکا نگران از قضیه افغانستان هست که مبادا در قضیه افغانستان باز ما به جای اتحاد جماهیر شوروی پیشین بنشینیم و ما در اینجا ناکام بمانیم. به این لحاظ در حقیقت صلح امریکا پیش کرده و این صلح اگر در افغانستان بر میور منافع، میور حفظ استراتژی افغانستان
استراتژی امریکا باشه، در حقیقت امریکا نفع کرده. بله. و تا فعلا که قضایی که معلوم میشه در حقیقت امریکا تانسته که با طالبان در راستای استراتژی خود در داخل افغانستان به تفاهم برسه. بله. اما مشکلی که وجود داره امروز عدم مدیریت، ضعف مدیریتی خود دولت افغانستان، یعنی در افغانستان په برخه کې ناکام ده دغه پروسه. ما فکر میکنم بله از جانب دولت خود افغانستان، اگر ما نشست قبلی که به تعویق انداخته شد لیست 250 نفری به او هم نظر بیاندازیم، خود نمایندگی از ناکامی دولت افغانستان میکنه که ما برای چی میریم؟ برای مذاکره 10 نفر 5 نفر باشه که راحت صحبت کرده بتانن. بله. اگر محور اصلی منافع و ارزش های خود افغانستان باشه، 5 نفر 10 نفر هم میتونن دفاع از ارزش های افغانستان بکنن. چی ضرورت است که 250 نفر، آیا صحبت فرصت صحبت کردن 250 نفر در اونجا ممکن است؟ بله. برای هر کدام از او اگر 5 دقیقه وقت بدن فکر بکنیم چند روز لازم است، چند هفته، چند ماه ضرورت است که اینا در حقیقت اونجا بیان طرحهای خود مطرح بکنن. این خود نمایندگی یعنی از ناکامی است. تاسو یوسفی صاحب چی لکم میکانیزم څخه دولت کار واخلي او طالبان بلخله طالبان هم په دې برخه کې باید یو ګام پورته کړي، یو ډول نرمخ باید راولي. څه باید وکړي طالبان؟ اولین فعالیت که میتونه داشته باشه دولت افغانستان فشار را از جوانب کشورهای منطقه، کشورهایی که در بالا در صف طالبان نفوذ دارن، بله، از طریق از اونا وارد بکنه که اونا رو به میز مذاکره در حقیقت بنشانن. دومی که خودشان با صف واحد، با حرف واحد، بله، نه با حرف منافع شخصی فرد، نه با حرف گروه خاصه، بله، بلکه بر منافع خود افغانستان مد نظر گرفته، ارزش‌های ملی افغانستان مد نظر گرفته، با طالبان وارد گفتگو شوند. من فکر میکنم از این منظر اگر با طالبان وارد مذاکره شوند، او وقت شاید طالبان هم کوتاه بیایند در قضای در موضوع و بتوانند در حقیقت مشکل گری از مشکلات صلح افغانستان در حقیقت گشوده شود و دروازه‌های جدید ما به طرف صلح داشته باشه. مشکلی که امروز وجود داره صف واحد در اینجا وجود نداره، پراکندگی وجود داره و از این پراکندگی هم در حقیقت طالبان استفاده کرده میرن، یعنی و کردیت میرسه یا خلاص چه در غسول پروسی پر ولاندی یا کوم پیچلتیا چه پراته ده کوم بندون سره چه مخده څه ده کلیج هم دغه درونی اختلافات یا هم دغه وحدت چې مو خپل منځ کې نه لرو. خب چیز واضح و آشکار است که طالبا همیشه که آمدن به میز مذاکره نشستن، تعداد از اونا واضح و آشکار و با برنامه صحبت کردن. تا بال از جانب دولت افغانستان کدام برنامه وجود نداشته. حتی گروه مخالف اپوزیسیون دولت که به مسکو رفته بودن بی برنامگی رفته بودن. و عین شکل در همین نشست قبلی که قرار بود صورت بگیره که به تعویق افتاد، او هم خود نمایندگی از بی‌برنامگی خود دولت افغانستان میکنه. تا زمانی که دولت افغانستان با برنامه واحد و با طرح مشخص و با تعداد محدود، متاسفانه باید دیر باید بگیم تعداد محدود هم، یعنی 10 نفر 8 نفر 15 نفر که دایدار منافع و ارزش های ملی افغانستان باشه، دایدار ارزش های 17 ساله باشه در حقیقت، که اینا از بین نره به خاطر حفظ از این وارد میز مذاکره نشن، ما فکر میکنم دولت افغانستان در قضیه ناکام است. خاغلی بسیر یوسفی لطس خدیر مننه. تشکر از شما. قدر من نلدون که دستوری خبرونه پر همدی زی پای ترسیگی لملگرتیامو مننه.